به نام خدا شاگردهای عزیز و گرامی سلام خوب هستین جور هستین بخیر هستین صحتمند باشین خب شاگردای عزیز و گرامی امروز جلسه چندم ما شما است جلسه چهارم آفرین جلسه چهارم از مضمون ریاضی خب قرار بود به ما چی کنید کارخانگی را به ما روان کنین درست است از چه طریق روان میکدین؟ یا است گفتیم با نمبر دو صفر و 780 255 40 13 در واتساپ میتونید ما چی کنید روان کنید و گفتیم اگر کدام سوال و گپی هم دارید میتونید با ما چی شوید در ارتباط شوید از همین طریق از همین نمبر درست است در واتساپ خب شاگردای عزیز و گرامی اما که گفتیم امروز جلسه چندم ماست جلسه چهارم ما درست است جلسه چهارم فصل اول ست جلسه چهارم ما و شما است خب اهدافی که دهی جلسه ما دنبال میکنیم یعنی ما و شما میخوانیم درست است اهدافی که ما و شما دهی جلسه میخوانیم یک ست کلی و مکمل یک ست میخوانیم چی است بر تعریف میکنیم که ست کلی چی است و مکمل یک ست به چه شکل میباشد و دوم چی میخوانیم ست های متناهی و نامتناهی را میخوانیم درست است یک نکته شاگردای عزیز امروز فصل اول ما و چی میشه؟ خلاص میشه درست است؟ پس فصل اول ما که ست است امروز چی میشه؟ خلاص میشه درست است؟ ست کلی به چی شکل تعریف میشه؟ باید من تا تباشیر بگیرم پس ست کلی دقت کنید شاگردای عزیز ما در هر بحثی که در سه هستیم در ستی که ما در شما میخوانیم در یازی در باشیم در هر بحثی که باشیم یک تا سه کلان موجود است که تمام عناصر دیگه ستام از اون انتخاب میشه سایس باز مثال برد میزنم یک مثال خیلی راحت برد بزنم آسان بزنم بفهمی مثلا حروف صدادار در چیز زمان انگلیسی کدام است یا دور دیگه تا کدام است ای او درست همین پنج شی این از کدام گفتیم از کل حروف انگلیسی گفتیم نه پس ست تمام حروف انگلیسی میشه ست کلی ما که ست چی شد ست حروف صدادار از توی از این انتخاب شد پس در هر بحثی که در ریاضیات در ست داریم یک تا ست کلان موجود است که تمام عناصر دیگه ست ها از او چی میشه انتخاب میشه خب اون ست کلی اون او ست چی میگیم ست کلی یا ست مرجع بهش میگن بعضی از کتاب ها ست جهانی هم به اون میگن خب با چه نشان بدیم با کدام سمبول او را با حرف یو یا ام نشان میدیم. سیست ام کلان یو کلان ولی کتاب ما و شما با چی نشان داده با یو نشان داده پس ست کلی به این شکل است با یو نشانش میدیم سیست ست کلی یک ست کلی که تمام عناصر دیگه ستام از او انتخاب در هر بحثی که ما و شما داریم به عنوان مثال نگاه کنید من اعداد از یک تا ده را به عنوان ست چی میگیرم ست کلی در نظر میگیرم پس اعداد یک دو سه چار پنج شش هفت هشت نو و آخرم چی ده پس این را من به عنوان چی ست کلی در نظر میگیرم با چی گفتم نشان میده با یو بعضی از کتاب ها با چی نشان میده با ام فکرت باشه با یو خب فرق نمیکنه با یو آمی. ما با چی نشون دادیم با یو نشون دادیم امیر ما ست چی گرفتیم ست کلی یک نکته باز شاگردای عزیز ست کلی هم برش میگن ست عمومی هم برش میگن یا گفتیم ست جهانی هم بهش میگیم درست فرق نمیکنه کدام بگه ست کلی بگه ست عمومی برش بگیم یا ست جهانی فرق نمیکنه خب به عنوان مثال امی یورا ما شما چی گرفتیم یک دو سه چهار شش ده. آله به ست رو تعریف میکنیم اعداد جفت اعداد جفت، اعداد جفت که از این تخواب شوا، دو از ده، ده این است، فکرت باشا، اعداد جفت که از این تخواب شوا، پس چی میشه؟ اعداد جفت ما شما چی میشه؟ میشه دو، چار، شش، عشت و ده، صحیح؟ پس فهمیدیش شد دیگه نه؟ اعدادهای کلانتر از نو، ست بیره بگیریم، اعداد کلانتر از نو، چی میشه؟ فقط ده میشه، خب یازم کلانتر است ولی باید از ست کلی انتخاب شو فکرت باشه باید تمام عناصر ما از ست کلی انتخاب شود. اگر ما و شما بیایم ست کلی را ست چی بگیریم تمام اعداد طبیعی یعنی ان بگیریم یک دو سه چهار تا پنج شش تا لای تناهی او وقت ست ای ما چی میشه اعداد جفت میشه دو چهار شش اش، ده دوازده چهارده شانده تا لای تناهی پس این ست کلی ما شما بسیار مهم ست کلی رو به ما میگه خود سوال که ست کلی نیست فهمیدید تا اینجا پس چی شد نه پس ست کلی یک بار دیگه برات میگم ده هر بحثی که ما و شما در ست داریم صحیح ده هر بحثی که باشه فرق نمیکنه در ستا فکرت باشه یک تا ست کلان داریم که تمام عناصر ستای ما ست ای ست بی فرق نمیکنه دیگه ستا از او عناصر انتخاب میشه از داخل از این انتخاب میشه این ستا چی میگیم ست کلی یک مثال هم که اول زدم برای چی گفتیم گفتیم حروف صدا داره بگو حروف صدا دار در حروف انگلیسی چی هست؟, A -E -O -I هست. ای ای او آی و یو سایس پنج تا میفهمیم دیگه واول درست است صدا دار خب این از کجا انتخاب کردیم از تمام حروف انگلیسی که چند تا است 26 تا آفرین 26 تا چی هست؟ حروف است دیگه نه ما شما میفهمیم رو دیگه خب پس شاگردای عزیز سه کلی رو فهمیدیم یک تا سه کلان که تمام عناصر دیگه سه تا از اون سه چی میشه انتخاب میشه و این ثابت است میگیم نه خیر هر بحث ممکن است فرق کنه مثلا در این سوال ما و شما گفتیم سه یورو چی گرفتیم یک تا ده گرفتیم ممکن است سه تا سه تا یورو یا سه تا جهانی یا سه تا مرجع یا سه تا کلی یا سه تا عمومی فرق میکنه هر کدومش بگیم نه سه تا کلی ما چه باشد اعداد طبیعی باشد اعداد طبیعی کدام است یک دو سه چهار پنج شش تا لایتناهی فهمیدید چی شد پس ست کلیر در هر سوال ممکنه فرق کنه و خود سوال با ما با ما با شما اول چی میگه اوره میگه به شما با ما با شما چی است سه کلی خب ولی مثال پس ست کلی فهمیدیم چی است ست کلی شد چی یک ست کلان تمام عناصر دیگه ست از او چی میشه انتخاب میشه مثال که زدیم به شما خب شاگردای عزیز حالا چی میخوانیم مکمل یک ست چی است مکمل یک ست چی است ست کلی رو گفتیم چی است ما با شما فهمیدیم دیگه نه اما مکمل یک ست ما مثال که زدیم برای دامین چی میکنم یک تا مکمل ست برای تعریف میکنیم که بفهم دقیق با مثال بفهم چی است مکمل ست به تعریف میکنیم میگه ما یک ست جهانی داشته باشیم ست کلی یا عمومی یا مرجع یا جهانی گفتیم فرقی نمیکنه درست است و یک ست ای هم داشته باشیم مکمله از این ست ای را با چه نشان با ای زبر دقت کن ای زبر یا بعضی کتاب ها ا بالاش یک خطک میمانه اور چی میخوانیم ا بار ا بار یا ا زبر فرق نمیکنه کتاب ما شما با اردوش نشون داده فرق نمیکنه کدام بگیم ا زبر یا ا بار پس مکمله ست ا را با چه نشان میتیم با ا زبر و تعریف اوزو چی است تعریف ازی این به ای شکل است دقت کنید میگه که ست کلی یو منفی ست ا پس هر ستی که ما شما داشته باشیم ست مکمله از چی میشه یو منفی امو ست یو چی است یو ست جهانی است ست کلی سیست اما در این مثال که ما و شما داریم ای یوی ماست امام دو چار شش اش ده حالا ای زبر ما و شما چی میشه ازبر زبر ما در اینجا نوشته میکنم ازابر. ازابر چیست؟ ای زبر ازبر زبر چی است عناصری که دیو یو باشد ده ای نباشد این جلسه ما شما جلسه قبل خواندیم دیگه نه چی بود تفاضل ست ها. پس یو ما, ایوی ما شما یک سه تاست دیگه یو منفی ای دو تا سه تا تفاضل کنیم چی گفتیم یاد تا نست گفتیم عناصری که ده اولی باشد در دومی نباشد آفرین پس یو منفی میشه عناصری که ده یو باشد اما ده نباشد خب میریم چک میکنیم کدام عناصر ده یو است ده نیست یک قبول داریم میگیم بله چرا چون یک دیو یو هست اما ده نیست پس نوشته میکنیم عنصر اول ما شما چند میشه یک میشه دو قبول است میگیم نه خیر چرا دو قبول نیست چون دو دایو یو است د هم است ما گفتیم د باشد د ای نباشد پس دو را قبول نمیکنیم سه چی سه را قبول میکنیم بله چی هست؟ پس سه دایو یو است اما د ای نیست پس بعدی چند میشه سه بعد از یو چند است چهار قبول نمی کنیم آفرین پنج عدد تاق دیگه نه جفت که د یو باشد تاق میشه چی دایو یو است اما د ای نیست پس میشه یک سه پنج افت و تا چند تا نو یازده چی؟ یازده در ما تمام عناصر ما و شما باید از یون انتخاب شود از ست کلی انتخاب شود درست است؟ پس اگر ا ما باشد دو چار شش اش ده ا زبر ما و شما چی میشه؟ با توجه به این بعضی ست کلی میشه یک سه پنج افت نو صحیح؟ فا چی شد دیگه نه؟ خب حال شما بگو که بی زبر چی میشه؟ بی ما و شما چند است؟ ده هست. پس بی زبر ما اینجا پایین نوشتم میکنم بی زبر یا بی بار فرق نمیکنه بی بار یا بی زبر پس تعریفش چی بود تعریفش با نوشته کنم تعریفش یاد تا نست؟ گفتیم نعمال این گفتیم دیگه نه ازبر چی میشه یو منفی ای حالی بی زبر چی میشه میشه یو منفی بی پس یعنی چی عناصر که ده یو باشد اما دبی بی نباشد کدام عناصر ده یو است بی نیست به کدام است بی فقط دست پس میشه یک دو سه چار پنج شش هفت دشت نو تا نو پس چی میشه در بی زبر یا بی بار میباشد درست شد پس اینو نوشته میکنم چی میشه پس میشه یک دو سه چار پنج شش هفت هشت و آخریم چند نو سیست پس فاهمید چی رقم شد پس ای ما اگر باشد دو چار شش هشت ده اذا بر ما و شما چی میشه؟ طبق تعریف یو منفی A یو چی است؟ ست کلی یا ست عمومی اناسوری که در یو باشد اما ده ای نباشد کدام میشه؟ یک، سه، پنج، هفت، نو بی ما و شما چند است؟ فقط عدد دست حال چی میشه؟ بی زبر ما و شما چی میشه؟ میشه یو منفی B پس میشه اناسور که در یو باشد در بی نباشد کدام عناصر در یو است؟ در B نیست؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو سایست اینا کلش ده یو هست اما د بی نیست بی چند است بی فقط ده فامید چرا خم شد؟ پس شاگردهای عزیز و گرامی ست کلی رو فامیدیم مکمله یک ست انفاهم گفتیم با چه نشان بتیم؟ با اگر ست ما ای باشد مکملش با ای زبر یا ای بار اگر ست ما و شما نامش بی باشد مکملش با چی میشه؟ با بی بار یا بی زبر فرق نمیکنه بی بار نوشته کنیم یا بی زبر نوشته کنیم درست هست؟ خب شاگرد عزیز پس ست کلی و مکمله یک ست ما و شما فهمیدیم چی رقم است من تختر پاک میکنم و با دیاگرام هم برات نشان میدم که چی شکل میشه ست کلی چی رقم است و مکمل یک ست ما و شما چی رقم نشان میدیم درست است پس من تختر پاک کنم شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی حالا میخوایم چیکار کنیم با دیاگرام وین ست کلی و ست مکمله یک ست چی کنیم نشان بدیم درست است به ای شکل است نگاه کنید من شکل برد میکشم معمولا ست کلی رو با یک مستطیل کلان نشان میتیم فرق نمیکنه مستطیل باشه یک شکل باشه هر شکل باشه فرقی نمیکنه که گفتیم رو با نشان نشان با یو گفتیم بعضی از کتاب هم با چی نشان میده با ایم هم نشان میده. فرقی نمیکنه ایم یا یو ست چی میگفتیم برایش ست کلی یا ست عمومی یا ست مرجع یا ست جهانی فرقی نمیکنه حالا ست ای, ای ما به این شکل است ای ست ای باشد این ست ای چی باشد ای صحیح سه تا باشد ای زبر ما شما کجا میشه گفتیم عناصری که دیو باشد د ای نباشد پس تمام عناصری که دیو است اما د نیست یعنی خارج ای باشد پس این ای قسمت ها میشه صحیح دقت کن این قسمت تمام عناصر که دی ساحه اگر باشد او را نامش چی میگیریم ای زبر فهمیدید چه رقم شد پس با دیاگرام ببین اگر بتونیم نشان بدیم به این شکل هست. این مستطیل کلان ست چی گرفتیم یو گرفتیم این دایره رو چی گرفتیم ست ا و خارج از رو چی گرفتیم ست ازبر زبر پس دقت کن شاگردای عزیز و گرامی این ساحه که دای دا که دای دا باشد ای است عناصر که دای دا صاحه باشد چی, و... چی است ای زبر عالی اگر دقت کنی ای را ما اتحاد کنیم با ازبر چی میشه آفرین کل ست جهانی میشه سعیست پس یک نکته بسیار مهم هست. این نکته را ما شما میکنیم پس نکتهش به این شکل است میگیم ا اتحادش با ا زبر چی میشه میشه ست جهانی پس این نکته بسیار نکته مهمی است که ما اگر یک ست با مکمله از او اتحاد کنیم دقیقا چی میشه ست کلی میشه ست جهانی میشه در شکل دیاگرام وینم ما شما میبینیم دیگه نه ای ساعت چی عناصر است اصلاح چی است عناصر ای زبر یاردو را گه تاتون تا یعنی چی یعنی تمام عناصر ای و تمام عناصر ای زبر را داخل یک ست بندازیم خود چی میشه هم خود یو میشه درست است پس فهمید چه رقم شد دیگه شاگردان عزیز و گرامی پس چی شد ست کلی و مکمله یک ست ما و شما چی کردیم تعریف کردیم پس ما یک تیک میره پس ست کلی و مکمله یک ست ما شما خواندیم و نکاتش هم یک نکته گفتم فهمیدید دیگه نه؟ خب بریم چی هست؟ مبحث بعدی ما و شما چی هست؟ ست متناهی و نامتناهی شاگردان عزیز و گرامی ما و شما خود ستاره فهمیدیم چی نه؟ اتحاد ستاره رو فامیدیم، تقاطع ستا رو فامیدیم، تفاضل ستا رو فامیدیم، مکمله یک ست فهمیدیم درست است خب حالا چی رو می‌خوایم بفهمیم ست ستای ما شما هر ستی که باشه میتونه متناهی باشه یا نامتناهی باشه متناهی یعنی چی هم خود کلمه متناهی بگو نامتناهی یعنی چی متناهی یعنی چی یعنی خلاص شوه پایان داشته باشد درست است و نامتناهی یعنی خلاص نشود تا لای تناهی ادامه داشته باشد درست شد خب دسته تام همین صحیح ما سه ست متناهی به بهش تعریف میکنیم میگیم ست متناهی ستی است که عناصر رو, رو, ما و شما بتونیم بشماریم یک دو سه چهار چند تا ست داره این ست ما چند تا عنصر ده دارد یک دو سه چهار پنج شش شه ده این ست ما و شما چند عنصر دارد یک هزار تا دارد پس قابل چه باشد شمارش باشد و دیگه چی ست آخر داشته باشد ست ما شما پایان داشته باشد ای عمل شمارش ما و شما خلاص شود سیف دقت کن پس ست متناهی رو بهشک تعریف میکنیم دو نکته باید فکرت باشه ست متناهی ستی است که عناصر و قابل شمارش باشد و پایان داشته باشد حالی خب ست نامتنایی چی است ستی که متناهی نباشد پایان نداشته باشد نه یک ست نامتناهی میتونی مثال بزنی ست اعداد طبیعی آفرین دقت کن چند میشه عناصر از یک دو سه چهار پنج شش هفت اش تا لای میره خلاص میشه نه خیر شمارش از ما و شما خلاص نمیشه پس یک ست چی است ست نامتناهی است پس ست متناهی رو من نوشته می کنم ست متناهی ست متناهی گفتیم چی است ست متناهی ستی است که عناصر از قابل چی باشد شمارش باشد و پایان داشته باشد دقت کنید دو تا نکته بسیار مهم است پس ست متناهی عناصر قابل شمارش و دیگه چی و پایان داشته باشد یعنی خلاص شود اما ست نامتناهی چی است ست که متناهی نباشد عناصر از خلاص نمیشه درست است پس ست نامتناهی بگیم ستی که متناهی نباشد صحیح پس به شک ما و شما چی میکنیم تعریف میکنیم پس ست متناهی ستی که عناصر از او قابل شمارش باشد و پایان داشته باشد دقت کن پایان بسیار مهم است بس. شمارش و پایان باشد صحیح اما ست نامتناهی چی است گفتیم ستی که متناهی خود نباشد وقتی ست متناهی نباشد چی است نامتناهی است حالا مثال بزنیم مثال به شکل است ست ای ست ای ما شما به شکل است دقت کن اعداد چی است اعداد جفت کوچکتر از ده اعداد جفت طبیعی کوچکتر از ده چی میشه؟ میشه دو چار شش ده چی؟ ده نیست دیگه گفتیم کوچکتر از ده درست است؟ پس فکرت باشه اعداد کوچک اعداد طبیعی کوچکتر از ده و جفت هم باشد میشه دو چار شش اشت خب چند تا انصر دارد؟ یک دو سه چار خلاف شد پس یک ست چی است؟ ست متناهی آفرین پس چی است؟ ست متناهی است فهمیدی چی رقم شد خب اما یک ست نامتنایی مثال بزنیم ست بی اعداد تاق کل اعداد تاق سیف نگفتیم کوچکتر از چند دیگه اعداد تاق چی میشه اعداد تاق بگو اعداد تاق میشه یک سه پنج افت خب تا چند نوشته کنم تا لای تنه ادامه داره نه ای؟ پس این ما شما چکار میکنیم سه نقطه میمانیم یک دو سه به این معنایش چی است یعنی طلای تناهی ادامه دارد دیر گفتم جلسات قبل دیگه نه سه نقطه داشته باشه یعنی طلای تناهی ادامه دارد یک سه پنج هفت نو یازده سیزده و همون تا لا ادامه دارد خب چند تا دارد میتونیم بشماریم یک دو سه چهار پنج شش خلاص نمیشه پایان ندارد پس ای چی است این وقت متناهی نباشد نامتناهی سیف پس این سه چی سه است سه نامتناهی سیف پس دقت کن شاگردای عزیز پس ست متنایرا فهمیدیم ست متناهی سیتی است که عناصر از قابل شمارش باشد و پایان داشته باشد و ستی که متناهی نباشد نامتناهی است شاگردای عزیز یک سوال ست تمام مردم کشور ما و شما افغانستان ست متناهی است یعنی آفر فکر کن آفرین متناهی است نه مر شمار کرده میتونیم دیگه یک دو سه چهار در یک در یک لحظه فکر باشه که بگیم در یک سال نه تو یک سال باید چی میشه تولد میشه فرزندانه و شک نه ما در یک دقیقه میگیم در یک لحظه باید بگیم در یک لحظه شمارش میتونیم خب بله ما میتونیم با یک سری با یک سری گپ های اطلاعات خود داریم میتونیم چیکار کنیم بشماریم که چند تا تعداد مردمای ما و شما درست است پس یک سری چی است ست متناهی است فهمید چه رقم شد پس ست متناهی ستی است که عناصر از او قابل شمارش باشد و پایان داشته باشد و ستی که متناهی نباشد ست نامتناهی است درست است ست متناهی و نامتناهی را خواندیم درست است پس من میرم یک تیک مارک میکنم ست متناهی و نامتناهی را ما و شما خواندیم درست است پس درس ما و شما چی شد خلاص شد خب اما شاگردای عزیز بحث مهم کار خانگی کارخانگی رو گفتیم باید چیکار کنی گفتیم باید حل کنی و به ما روان کنی درست است اما کارخانگی امروز تمرین های صفحات 20 22 و 24 کتاب را حل کنید به ما روان کنید دقت کن شاگردای عزیز و گرامی پایان فصل اول یعنی فصل اول ما و شما چی شد خلاص شد باز ان ما و شما در جلسه بعد فصل دوم خود شروع میکنیم خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین خسته نباشین بخیر باشین من شما رو به خدای مهربان می سپارم.